فرمایشاتی دارن اهل بیت که حتی دنیای ما را آباد میکنه. همین امام صادق سلام الله علیه صاحب این مجلس میفرماید اگر کسی دو ماه پی در پی هر روز روزی 400 بار بگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه 400 بار در روز تا 2 ماه هر روز اگر این استغفار را بگوید، امام صادق میفرماید به گنجی از علم یا به گنجی از مال دست پیدا میکنه. وی همه گرفتاری داری، بسم الله شروع کن دیگه. ممکنه بعضی ها بگن آجا ما شروع کردیم، اون نتیجهی که در این روایت بهش وقت داده شده ندیدیم، شرایطی داره. اولین شرطش استغفار یعنی چی؟ یعنی خدایا من از تو طلب عفو و بخشش میکنم. خب کی این طلب عفو و بخشش رو میکنی؟ وقتی که در وجود تو یک حالت انزجاری نسبت به گناه پدید آمده باشد. آیا از گناهان منزجر شدی یا نشدی؟ آدم وقتی از یک کسی یه چیزی منزجر میشه ترکش میکنه یا نه؟ پس یکی از شرایط اثر دیدن از یک همچه استغفاری اینه که گناهانو دیگه نمیخواد ببوسی، بذار تو تاخچه خلاص. گناه که بوسیدن نداره، میگن ببوس بذار تو تاخچه، بوسیدن هم نمیخواد، بذار تو تاخچه، ولش کن. قدم اول برای نتیجه گرفتن از چنین استغفاری ترک گناه هست. قدم دوم اهمیت دادن به نماز اول وقت. چرا یه حرفو میزنی؟ آخه پیغمبر فرموده الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز ستون دین است. این ستونه الان توی این مسجد نباشد، این سخت پابرجاست. و من نمونه ها دارم. طلبه خودش میگه من همین استغفار امام صادق رو شروع کردم با عیالم، 2 ماه گفتیم خونه نداشتیم، هیچ سرمایه‌ای هم برای خریدن خونه نداشتیم. گفتیم ما که 2 ماه گفتیم، 2 ماه بعدی رو هم بگیم، 2 ماه دوم گفتیم، 2 ماه سوم هم بگیم. میگفت با دست خالی ما یه خونه خریدیم تو قوم. یه خونه الان گنج از مال هست یا نیست؟ میگفت ادامه دادیم، خدا توفیق دادی، مرکبم تهیه کرد. دیدیم عجب گنجیه. ادامه دادیم، خدا توفیق تألیف کتاب هم به من داد، گنجی از علم. الان همین آقا مدیر یک مؤسسه علمی ولایی در مشهد است، در قید حیات. یک شاهد زنده مثال زدم که خواست یا آدرس هم میدم، برو از خودش بپرس.